داشتین دوستایی که صحبت کردن، بعدن میتونین در پایان بپرسین و یک سخنران داریم در مورد این که در حادثه دهم ثور، در حادثه توریستی دهم ثور، یک تعدادی از تصاویری که همکارانمون در ساحه ثبت کرده بودن متاسفانه این حکومت گرفتن و پیش خودشان هست و همچنان چون این ساحه به شدت یک ساحه محافظت شده امنیتی است، اونجا کمره‌های امنیتی هم وجود داشت، قرار بری بود که این تصاویر را دقل آف دریکارد برای فدراسیون نهادهای خبرنگاری و یا دقل نهادهای عمومی خبرنگاران قرار بده این تصاویر را، که متاسفانه چون این نشد و تا حالا این تصاویر را در اختیار فدراسیون و نهادها قرار ندادند. در این موردی که چرا این تصاویر تا حالا در اختیار نهادها قرار نگرفته، آقای میرعلی اصغر اکبرزاده رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان بیشتر صحبت میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت مسلکای عزیز و دوستانی که از رسانه‌های مختلف اینجا حضور به هم رساندن. خب ما میخواییم کوتاه قسم صحبت کنم مطابق مسلک خود شما، تشریح نویسار کوتاه. حادثه دوام ثور شما در جریان شدین که از بعضی هست همکارای ما و مسلکای ما که جام شهادت نوشیدن چپای کمرهشان گرفته شده و تا هنوز در رابطه با یکی در چپای کمره چی بیده نهی که بود تصاویر در اختیار ما آفتری کارت سکتور امنیتی قرار نداده، مضاف بر از او تصاویر امنیتی که کمرهای سکوریتی خود سکتور امنیتی از نقاط مختلف ثبت داشتن قرار وعده خودشان که بعد فاصله و مدت زمان بسیار کوتاه این تصاویر البته به خاطر قناعت رسانه و مطبوعات در اختیار فدراسیون خبرنگارا و هم مسلکای عزیز ما قرار میتن، با کمال تاسف که او کار هم نشده و در ترکیب هیئتی که تعیین شده بود تصاویر رو باید چک کنین ببینین قناعت ما حاصل شده وزو کمیسیون ما هستم، اما با کمال تاسف تا هنوز کوچکترین اسناد مدارک و شواهدی که بتانه قناعت خبرنگارا رو حاصل کنه برای ما ارائه نشده. چیز مهم دیگه که خدمت شما رسانا دارم، شاید تعداد هست بیندا و مردم افغانستان که ما را میبینن تصورشانی باشه که تاکایی که چند نفر خبرنگار به شهادت میرس و اینا کنفرانس مطبوعاتی بگیره، نه چنین است. رسانه ها اما قسمی که افغانستان از لحاظ خبری در میراق توجه جامعه جهانی خبر قرار داره و یک کشور خبرساز است، امی رسانه ها بودن که تمام ساعاتی که حمله تروریستی شده تمام ساعات تحت پوشش قرار دادن، یعنی به این معنا نبوده که امروز خدای نخواسته ما تنها به خاطر دادخواهی هست همکارا و مسلکای خود کنفرانس را برگزار کرده باشیم. چیزی مهم دیگه که در ذهن ما خطور میکنه، ژورنالیستای تحقیقی که ما در کشور داریم، در رسانه‌های مختلف داریم، اونا ظرفیت و توانایی بسیار بیشتر نسبت به سایر رسانه‌های خارجی دارن. اونا هم که در بخش ژورنالیسم تحقیقی کار کردن و اندوخته‌ای دارن، اونا هم میتونن که تمام مسائل ثابت کنن. با کمال تاسف در بعض از موارد دیده میشه که عمله انتحاری تا موادی که از قبل تهیه شده ایرا بعضی ها یک جای میکنن. اوت نیست حادثه اول عمل سال 1397 بررسی کنن، حادثه ثبت اول نفوذ دشت برچیره بررسی کنن، حادثه دوام ثور بررسی کنن که آیا در حادثه دومی که خبرنگارا جام شهادت میشن این عملیه انتحاری بوده یا یکی که مواد از قبل تهیه شده. این پرسش های بسیار خطرناک است که در ذهن همه ما شما خطور میکنه و حکومت نباید مطابق به قانون اساسی، نه سانسور قبل از نشر حکومت حقش داره و نه بعد از نشر، و نمیتونه که این رقم اعمال نفوذ کنه برای رسانه. درست است رسانه های تصویری و صوتی هر کدام از خود پالیسی نشراتی مشخص داره که ما بر کلش احترام داریم، اما چون اینجا موضوع مشترک رسانه است، موضوع عام منافع ملی مردم افغانستان است، هیچ نوع فشار و هیچ نوع جبر و ظلم رکتایی از حکومت میخواه که بنا از آنها بالای رسانه و تلویزیون و با خبرنگارا اعمال نفوذ کنه و فشار بره. ما در خط مقابل از او استاد خواد بدیم و اگر در طول این یک هفته که پیشوی داریم حکومت و سکتور امنیتی تصاویر ریکاف در ریکارد گفتن با ما شریک میکنن در رابطه با چگونگی حادثه دوام ثور، اگر با ما شریک نکنن این ما به شما از پشتی مایکا برتان وعده میتونیم که یک سلسله قضایای دیگه را باز ما افشا میکنیم، باز ما پشت از هم نمیگردیم، سر ما فدای ملت ما و خبرنگارا و مسلکای ما، باز ما مستند با اسناد مدارک شواهد با ثابت میکنیم که وضعیت در کشور چگونه است و چرا اینا میخوان که دان مطبوعات وابسته کنن. از جمع شما هزار سپاس و امتنان میکنم.